درود من خدمت هممیهنان عزیز. امیدوارم که همیشه در زندگیتون سالم باشید و سرفراز و خوشنام هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. ما ایرانی ها اکثرا در صورت در یک آداب رسوم و سنتی بزرگ شدیم که خیلی همون واقعا آدم های با احساسی هستیم و این احساس و این احساساتی که در وجود ما هست گاهی اوقات به خودمونم لطمه زده و چون آدمای با احساسی هستیم وقتی یک نفر آشنایی، دوستی، رفیقی فوت میکنه خب مسلماً از فوت اون شخص ناراحت میشیم. اگر واقعاً بشناسیمش آشنای نزدیک باشه میریم سر خاکش در ختم شرکت میکنیم و اگرم زیاد نشناسیم ولی در صورت دربارش شنیدیم یا گاهی اوقات باهاش برخورد داشتیم از رفتنش ممکنه که یک روز دو روز ناراحت باشیم. اما در این فوت اشخاص گاهی اوقات یک پویانی منفی هم در ما هست. وقتی یه آدم خوشنامی در جامعه آدمی است که در صورت مردم دربارش خوب میگن تا جایی که تونسته سعی کرده به جامعه خودش خدمت کنه، اگر آدم روشنفکری بوده باز سعی کرده که به مردم در زمینه‌های مختلف آگاهی بده، وقتی به ختم این طرف میریم یا موقع خاکسپاریش میریم که یک چند نفر از آدم های سرشناس جامعه میان درباره این آدم نیکنام مهربون صحبت میکنن درباره خصوصیاتش. یه موقع هم که یک نفر فوت میکنه تو جامعه مردم میشناسنش، حالا یا آشنای یا رفیق یا دوست یا نه درباره شنیدیم. وقتی که به مراسم خاکسپاریش میریم یا به ختمش شرکت میکنیم میبینیم افرادی که میان درباره اون شخص صحبت میکنن بیشتر اوقات همون واژه ها رو به کار میبرن که درباره اون آدم نیکنام به کار بردن. در صورتی که آدم در جامعه نیکنام نیست، تا زمانی که در قید حیات بوده به مردم لطمه زده، حق دیگران پامال کرده و زندگیش تقریبا روی دروغ و ریا پایه‌گذاری شده. یعنی در کل قول خودمون میگن یه مسئله میگن دوغ و دوشاب یکیه. نه آقا، باید تفکیل بشه بین اینها. نمیگم که وقتی که در مراسم آقا اون فردی که نیکنام نیست شرکت میکنیم در ختمش بیم بدیاش بگیم، ولی دیگه اینقدر غلوف نکنیم درباره اون آدم. و من مقصد بعد از انقلاب، چون زندگی میلیون ها انسان رو این انقلاب به تباه داده، زندگی خود من شخصا واقعا در طول این چند سالی که در آمریکا هستم انرژیم در اینجا بی خود هدر رفته، در صورتی که من میتونستم تو شغل خودم یک آجر مثبتی باشم برای اون پله های موفقیت. هر فردی که در هر زمینه میخواد دوستم باشه، آشنام باشه، بهترین رفیقم باشه، اگر ببینم که با این رژیم لاس داره میزنه، نمیگم باهش در میفتم، ولی واقعا اولین کاری که میکنم شماره تلفنش از تو دفترم پاک میکنم و فاصله میگیرم از اون طرف. و خیلی در این لس آنجلس روز اول باهاشون رفت آمد داشتم، دوست بودم، ولی امروز اصلا کاری بهشون ندارم، بی احترامی هم بهشون نمی کنم، چون میبینم با رژیم دارن لاس میزنن. بگم بخاطرش فقط به خاطر منافع خودشون، نه منافع کل جامعه. من چند سالی که در تلویزیون ملی ایران کار میکردم، من در گروه
اجتماعی و فرهنگی تلویزیون بودم. البته ما گروه سیاسی نداشتیم به اون صورت. و مدیر این گروه هم آقای حسن فیاض که الان دهبی دوسانجش داره زندگی میکنه. ما طبقه هشتم بودیم و اتفاقا زنده یاد واقعا آقای نادرپور هم مدیر قسمت گروه ادبیات بود. من کارگردان این گروه اجتماعی و فرهنگی بودم. مدتی البته در اوایل که وقت رفتم در گروه کودک کار میکردم، طبقه سوم بود تلویزیون ملی ایران. و دقیقاً دفتر آقای داوود رشیدی هم روبرو دفتر گروه کودک بود. خب اوایل من ایشون رو نمیشناختم، ایشون هم من رو نمیشناخت، ولی خب در طول چند سالی که در اونجا کار کردم و ایشون هم حضور داشتن، همدیگر میدیدیم، کم کم به سلام علیک و حتی چند تا طرح هم من پلوی ایشون بردم، چون ایشون مدیر سرپرست گروه نمایشات و تئاتر بود. شوهایی که تو تلویزیون گذاشته میشد یا سریالایی که مخصوصا اونجا تصویب میشد ایشون با تصویب میکرد. و کسایی که با ایشون همکاری داشتن این که آقای اسماعیل شنگله بود که هنوز در قید حیات هستن خوشبختانه، یکی آقای ایرج که رفت در آلمان و اونجا فوت کرد، الان اسم فامیلش فراموش کردم. خب این آقای داوود رشیدی در رژیم گذشته تو اتاقش عکس فرح بود، عکس شاه بود و حتی یه عکس من از ایشون دیدم که متاسفانه گشتم پیدا نکردم که بهتون نشون بدم. در یک جایی نمیدونم حالا توی جشن هنر شیراز بوده، توی یک جشن دیگه بوده، جشنای مثلا در جشن سنتی اصفهان، نمیدونم، ایشون هم حضور داشت در مقابل آقای شهبانو. و یک شخصی بود به نام ظهوری، واقعا مشهدی هم بود، صورتش هم آبلرو بود. تمام این سریالای مثل دایجان ناپلئون، مثل صاحب قران، آتش بدون دود، ددیران تنگستان، سمک عیار، تمام این سریالایی که شما تو تلویزیون میدیدید آخرش باید میرد زیر دست آقای داوود رشیدی که ایشون تصویب میکرد. و این سریال‌ها هم اکثرا از طرف کسایی در تلویزیون تصویب میشد که از بیرون میامدن، یعنی رسمی نبودن، غیر رسمی بودن. حالا چه فرقی بود بین رسمی و غیر رسمی؟ مثلا من رسمی بودم، من وقتی یک برنامه رو میخواستم بسازم تصویب میشد، حالا یا سریال بود یا فیلم بود، چیکار میکرد تلویزیون؟ تلویزیون به من امکانات میداد، یعنی دوربین میداد، فیلم بردار میداد، تهیه کننده دستیار تهیه میداد، ماشین میداد، همه چی رو میداد. بعد میامد رو اون برنامه من یه برآوردی میکردن، یک میگفتن ترخانگردان، همچی اسمی، حالا من یه لحظه فراموش کردم، ترخانگردان میگفتن، مثلا میگفتن آقا این گروه رو نادیجات داره میبره رو این فیلم یا این سریال، این مبلغ باید دست به ایشون داده بشه که مثلا پول نهار بدیم، پول خرجه که دوره بر هست. ولی اونایی که از بیرون میومدن تصویب میشد، اینا پول میگرفتن، پول هنگوف میگرفتن، میرفتن بیرون و تا جایی که میتونستن چیکار میکردن؟ وسایل رو آماده میکردن و سعی میکردن پول بیشتری از این پولی که تلویزیون در اختیارش گذاشته بره تو جیب خودشون. مثلا من یادم میاد بره سمک عیار مخصوصا دقیقه 4000 تومان، دقیقه 4000 تومان این سریال خرج برداشت بره تلویزیون. گاه وقتا برای که برنامه رو ادامه بدن مثلا دقیقه‌اش بیشتر بشه، مثلا یک دوربین میگذاشتن یه لانگشار مثلا از یه خیابون که یارو داره راه میره که میتونستم به یک دقیقه منظور برسونم، میدونیم 5 دقیقه یارو داره راه میره. اینطور این مسائل بود تو تلویزیون. و این آقای ظهوری واسطه بود، دلاری وسط بود،
یعنی زیرمیزی پول رد و بدل میشد تا اون برنامه تصویب میشه. حالا بعضی اوقات ممکنه که مثلا اون کسی که داره میخواد سریال بزنه با آقای داوود رشیدی خیلی دوست بوده، رفیق بوده، ولی در صورت به قول خودمون میگفتن سیبیل یارو رو چرب میکردن. این واقعیت داره، نمیخوام من انگ بزنم که حالا ایشون رفته، خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزتش، در صورت اگه آدم خوبی بوده خدا بهتر میدونه، میره تو بهش، اگه نه هرچند که من به بهشت و دوزخ اعتقادی واقعا ندارم. به این بهشت و دوزخ رو این روحانیون هر دینی، هر دینی فرق نمیکنه، مسلمون، مسیحی، کلیمی، باهای، اینا به وجود آوردن که من شما رو سرکیسه کنم. از کجا میدونن که جهنم دوزخی وجود داره؟ از اونجا اومدن یا یکی برشون ویدیو گرفته آورده؟ حالا ایشون انقلاب شد. اول انقلابم که اینی داشت شروع میشد دیگه من آقای داوود رشیدی تو تلویزیون نمیدیدم، درسته که آقای حسن فیاض یادم میاد، آقای الماسی بود، آقای سمیعی بود، اینا همه مدیران گروه های مختلف بودن. ولی روزایی که آشوب داشت شروع میشد یا بعد از آشوب ما همه تو تلویزیون بودیم. ولی آقای داوود رشیدی یک دفعه غیبی زد. آقای داوود رشیدی خب من آمدم آمریکا. بعد در صورت امروز دنیا شده یه دهکده، توی اینترنت تو فیلم های مختلف دیدم آقای داوود رشیدی یواش یواش از اون پناهگاه، از اون جایی که مخفی شده آمد بیرون و یواش یواش آمد تو این رژیم و با این رژیم کم کم همکاری کرد و حتی احمدی نژاد بهش یک مدال زد به سینه‌اش که من تصویرش رو دارم. و هیچی شد نونخور این رژیم. خب این فرصت طلبیه دیگه، من چطوری میدم؟ اصلا ایشونی که از بهترین هنرمندای ایران، یکی کسی که بهترین جایزه دنیا رو گرفته، وقتی همچی فرصت طلبی میکنه اونم با رژیمی که شما منو در به در کرده، آواره کرده، آشیانه و خونه و زندگی ما رو گرفته، تمام خاطرات گذشته کودکی ما رو، نوجوانی ما رو از بین برده، خب من چطوری میتونم به این شخصی که فوت کرده احترام بذارم؟ خدا رحمتش کنه، ولی هیچ وقت نمیتونم بهش احترام بذارم، هیچ وقت نمیتونم دربارش خوب بگم، سکوت میکنم، بد نمیگم ولی خوبم نمیگم. آخه من نمیدونم شخصی که در رژیم گذشته با چابلوسی دیگه، با دستمال یزدی خودشو به جای رسون که با شهربانو روبرو شد، درآمدش میگه یک مدیر یک گروه، مدیر یک گروه چقدر حقوق میگرفت که ایشون زندگی خیلی عالی داشت به خاطر اون رشوه هایی که زیر میزی رد میشد. وقتی سریال دایی جان ناپولون سابقران با میلیون ها تومن، اون موقع میلیون ها تومن، البته اینو فقط کد میکنم، من شنیدم تو مدرک شنیدم، مثلا یک سریال ایشون 2 میلیون تومن اون موقع پول گرفته بوده که بتونه اون سریال رو تصویب کنه. بعد ایشون با این رژیم هم لاس داد و حالا هم تی چشی جنازه و آقای روحانی تسلیت گفت و آقای فلان. بعد چی فرقی بین آقای کیار رستمی و ایشون؟ کیار رستمی واقعا یک کارگردانی بود که یک تحول دیگه در سینما ایران به وجود آورد. مخصوصا اولین فیلمی که من یادمه که ایشون ساخت گزارش بود، همین شورا آقداشت رو بازی میکرد. تا اون موقع سینما ایران تحت تاثیر فیلمای جاهلی بود، تحت تاثیر فیلمای قیصری بود، به ندرت فیلمای دیگه میامد روی اکران
یک مقداری درش روشن فکری بود، درش آگاهی دادن به جامعه بود، ولی فیلمای جاهلی و قیصری اینقدر زیاد بود که مردم این رو نمیدیدن. ولی گزارش ایشون یه تحولی به وجود آورد، یک درس دیگه به نسل جوان داد که وارد سینما شدن. طعم گیلاس، زیر درخت زیتون، واقعا یه کارگردان خوب بود، خودشم به این رژیم نفروخت. آقای جمشید مشایخی که من واقعا در ایران باش دوست بودم، خیلی احترامم بهشون، چندین سالم ازش خبر ندارم، اونم از من خبر نداره، فیلم من بازی کرد ولی چاپلوسی رژیم نکرد. نره پشت یه تصویر دیدم پشت سر آقای خاتمی وقتی رئیس جمهور شد مال ایشون را افتاده بود. آخه این زندگی ارزش داره واقعا؟ معذرت میخوام این ضرب و مثلی میگم، نه برای ایشون، چون در سه ایشون فوت کرده، ولی بعضی افراد هستن برای منافع خودشون، برای که به یک پولی برسن، به یک مادیاتی برسن، به سفرهشون رو رنگی تر کنن که به دیگران پوز بدن، برای یه تیکه استخون خودشون رو به صورت یک سگ در بیارن. بابا انسان باید یه خورده ای غرور داشته باشه، طبعش بالا باشه. بابا نباید خودتو ارزون بفروشی. او بر در اون رژیم عکس شاه رو تو دفتر میدینی، عکس شهبانو رو تو دفتر میدینی. یادم میاد میامد تو راه رو هم میرفت، خیلی هم با سرعت میرفت، خیلی هم توقع داشت که همه به اسلام کنه، حالا ممکنه یارو سنش از این بالاتر بشه. چند روز پیش فوت کرده، دیدم تصاویر شدم روی اینترنت، چی تشییع جنازه ای؟ همون افرادی که دوربر روحانی و دوربر رژیم و حتما بیت رهبری هم فردا بهش یه دستگل میفرسته و یا ازش تعریف. نه آقا، من شخصا نمیتونم به این افراد احترام بذارم. آقا زندگی ماها هممون درسته در آمریکا هستیم، ولی اونجا فکر میکنن که ما در آمریکا اکثرمون، حالا ممکنه یه دی معدودی ثروتمند شدن، حالا هر تو زحمت کشن، ولی اکثرا اینجا دارن زحمت میکشن. وقتی فامیلمون دوستامون خیال میکنن ما در آمریکا داریم واقعا پول جارو میکنیم، حالا اونش مهم نیست، هیچ کدومون گرسنه نموندیم. آقا دوز آمده تو خونت، تو رو بیرون کرده و حق نداری برگردی تو خونت، برگردی میگیره بکشن. میگه آقا بیرونش کردم، میگه حرفم درباره ما نزن، میگه واقعا ما گوسفندی. صحبت از احساسا شد و اینو من باور دارم یه طوری بار اومدیم با احساس، مثل یک فامیلمون که مثلا از یک شهر دیگه از تهران میامد مشهد، یا قول آقای صبح میامد شیراز یا اصفهان، مثلا داییمون میامد، میرفتیم استقبالش با احساس، ولی وقتی میخواست بره هیچ کس نمیره به راهن. احساساتی، خیلی احساساتی. موقعی که جنبش سبز شروع شد در واشنگتن، من نمیدونم ولی تو این لس آنجلس نمیدونی چه خبر شد، چه تظاهراتی جلوی فدرال بیلدینگ شد. فیلماشو دارم. حتی این آصف، فرامرز آصف، از اون جمعیت که آمده بود اونجا برای پشتیبانی از جوانای ایران، آمدن فوراً، ببین فرصت طلبی رو ها، آنن اومد یک کامرامن آورد و آمد آنن یک ویدیو اونجا ساخت برای خودش، نشونم داد تو تلویزیون، دیدم من. اینا فرصت طلبیه از اون مردم اونجا. خیلی ها اومدن، خیلی ها در این جنبش سبز اینجا شرکت کردن. حتی دیدید دیگه خانم شورا آقداشتی که ایشون هم یه فرصت طلبه به نظر من، خانم گوگوش، آقای هوشنگ توزی، اکبر گنجی را رفتن نیویورک و اونجا پشتیبانی از جنبش سبز کردن. ولی بعد از مدتی احساسات یواش یواش خوابید، تا
تبش از بین رفت. مثلا من روز همون روزی که همه واقعا یک عده زیادی از هنرمند گرفته تا برنامه سازا این دستبند صبر به دستشون کردن، منم به دستم کردم. از اون روزی که الان چندین سال میگذره تا امروز از دستم در نیوردم، توی مسابقات کشتی جهانی هم که رفتم فیلم میگرفتم دستم بود. حتی شاهزاده رضا پهلوی وقتی اومد تو همون موقع آمد تو تلویزیون پارس و تو تلویزیون اندیشه که بنده هر دو جاشو فیلم برداری کردم و تو آرشیوم دارم، ایشون حتی یک نوار سبز به گردنش انداخت، ایشون هم پشتیبانی کرد دیگه. ولی همه اینا یواش یواش فراموش شد، من فراموش نکردم، هنوز به دستم. یعنی چرا؟ خیلی هم از من گفت آقا تو طرفدار موسوی هستی یا کریمی؟ میگم آقا باور کن من نه موسوی رو میشناسم نه کریمی رو میشناسم. من به احترام اون افرادی که توی کهریزک کشته شدن، به احترام اون ندایی که وسط خیابون در برابر دوربین میلیون ها نفر تو دنیا تیر به قلبش خورد، به خاطر اون افرادی که در صورت در اون جنبش جونشون دادن، به خاطر اونها من این به دستم کردم. اون جنبش مردمی بود نه جنبش روی کرد. بابا برین شعاره روز اولش رو گوش کنین و شعاره روز بعدش هم گوش کنین، میگفتن رأی ما کجاست، ولی کم کم به جای رسید که میگفتن چی بهانه است، کل نظام نشانه است. این حرکت اگر پشتبانی میشد، فقط پشتبانی میشد از طرف کشورهایی که در صورت منافعشون ممکن بود به خطر نیفته یا بعد در فکرم به خطر نیفته، پشتبانی میشد، اون جنبش به نتیجه میرسید. ولی متاسفانه نشد. من به خاطر او به دست افتادم، به خاطر واقعا اون جوونه که اونجا کشته شد. بنام آقا یا یه نبا هم روز اول به دستم میکردم، ولی کردم با تا آخرش واستم. ولی حالا چیه صحبتی شد؟ همون روزا خب همه دیگه به فعالیت افتاده بودن، همه و همه سعی میکردن که در کنار جنبش صبر در این لس آنجلس باشن، شاید فردای اتفاقی بیفته، شاید رژیم عوض بشه، ما از قافله عقب نمونیم، پستار یه بار تقسیم کنن ما نباشیم. همین آقای شجره مال تلویزیون پارس آمد یک مقدار از اینا چاپ کرد، خیلی زیاد، 1000 تا. چی نوشته روش؟ نوشته Support Democratic Movement of Iranian 2 million signature campaign. خب بعد نوشته بود که اینه، به همه میگفت که اینه بزنیم پشت ماشیناتو، کار خیلی خوبیه. اما آقای یه چند روز گذشت، آقای شجره دیدم، گفت آقای شجره، آقای میبودی، شما که میگین ایرو بزنین پشت ماشیناتون و ایرو در صورت هزینه کردین، چرا اول خودتون به پشت ماشینتون نمیزنین؟ گفت آقای شجره چرا اول خودتون به پشت ماشین نمیزنین؟ حالا دقیقاً یادم نیست، فکر کنم گفت که آقا ماشین من خب این بزنم بعد کنده نمیشه ماشین. چرا؟ بلکه ماشینشون بی ام وی بود، ماشین آقای میبودی بنز بود، ولی چون ماشین من کیای ریو بود اینو بزنم پشت ماشینم، یا فلانی که ماشینش هاندای اینو بزنم پشت ماشینش. نه آقا تو اول خودت بزن، خودت در جلوی جبهه باز قرار بگیر، بعد از دیگران توقع داشت. بعدم فراموش شد. اینا رو فکر کنم همه ریختم بیرون. البته من یک دستش هنوز دارم. احساسات، فرصت طلبی. بله، این متاسفانه فرصت طلبی، احساسات بی موقع. گاه وقتا ما واقعا موقع که باید احساساتی بشیم نمیشیم، موقع که
نباید بشیم میشیم و و همیشه این احساسات ما ایرانی ها بی اندازه از حد غلبه کرده بر افکارمون. بعد میگیم این آمریکایی‌ها احساس ندارن. آقا آمریکایی‌ها باور کن احساس دارن. من خانمم آمریکاییه. تو آمریکایی‌ها خیلی بیشتر از شماها بودم. احساس دارن. اما به موقعش. به موقعش با احساساتون این کار انجام میدن. ولی بیشتر اوقات با افکارشون، با فکرشون تصمیم میگیرن. چیکار بکنن؟ خب دوستان اینم یه قسمت اول برنامه، همونطوری که قبلا هم باز خدمتتون عرض کردم در هفته گذشته، سعی میکنم یک چند تا از قسمت‌های مختلف برنامه گذشتمو در اینجا براتون بذارم و سعی میکنم که هر هفته صحبتام درباره مسائل روز بیشتر باشه. کم کم دیگه قول خودمون جا بیفتیم و برنامه ها رو با روز، با مسائل روز برای شما تقدیمتون کنم. ببینید. پس میریم به قسمت‌های دیگر برنامه. این انقلاب دوستان برای دو قشر جامعه بعد از چند سالی خیلی خوب شد. چون در اون اوائل مهاجرت ما ایرانی‌ها یک مهاجرت اجباری بود دیگه. مملکت ترک کردیم. هر کدوم از ما یک کشور رو انتخاب کردیم که اونجا ساکن بشیم. با خانوادهمون، با فامیلمون یا خودمون. خب مسلماً در اوائل، مخصوصاً اون 3-4 سال، 5 سال اول خیلی سخت بود. چون قوانین اون مملکت رو نمیدونستن، از مهمتر زمانشون رو نمیدونستن، آشنا نبودن به محیط، نمیدونستن کجا باید خونه بگیرن، کجا برن آپارتمان بگیرن. ولی بعد از 5 سال، 6 سال یواش یواش جا افتادن. و خب امروز اگر یک میهنی بخواد از ایران بیاد ایران ترک کنه، بخواد مثلا بره اروپا یا بیاد آمریکا، خیلی خیلی برش راحت تر از گذشته مهاجرین اوله. این دو قنش اول پدر مادرها. پدر مادرها در اوائل مهاجرت ایرانی ها خب نگران بودن، نگران فرزندانشون بودن، برادرشون، خواهرشون، دامادشون، عروسشون. واقعا نمیشه اینا کجا رفتن که به سر نواهاشون اومد. ولی بعد از مدتی، یعنی بعد از شاید 10 سالی، الان تقریبا 20 ساله که برای پدر مادرها شده ییلاق و قشلاق. فورا میان آمریکا یا میرن اروپا، میرن خونه عروسشون یا دامادشون، یه مدتی میمونن. اولم که میرن به بانک‌ها، خیلی‌هاشون میرن پولی که دولت برشون ریخته چقدر پولا رو بردارن. بعد میرن یک چکاب فیزیکی از طرف دولت، دندوناشون رو درست میکنن، عینکشون رو نو میکنن. یک سری هم اگر شد کسی نفهمه، هاش خانم به لاس وگاس هم میزنه. بعدم که میرن ایران، میگن آره رفتیم آمریکا، شنم دیدیم اون وستفود، شنم چقدر شک وستفود، چی مغازه های آشغاله داره. هنوز 3-4 ماه تو ایرانن، دوباره باز زنگ میزنه. پسرم، محمد جان، حسن جان، شهرام جان، من پیچ عینکم شل شده، این دندونم یه خورده ای اذیتم گرفت، فکر کنید برگردم بیام اونجا. ای مادر، پدر شما، خاله جان، عمه جان، شما 3 ماه پیش اینجا بودید. واقعا دیدید دیگه، الان عمه میاد، خاله میاد، میدونم مادر بزرگ میاد، عمو میاد، همه دیگه شده یه لاغ گشلاغ. مثل که دارن مثلا میرن از تهران، میرن کرج، از مشهد میرن ترقبه. یکی هم این خواننده های ما. شما فرض کنید ایران اتفاق نمی افتاد و ما دست به مهاجرت میزنیم، الان داخل ایران بودیم. خواننده های ما دورترین جایی که میرفتن برای کنسرت کجا میرفتن؟ یا میرفتن ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان یا آذربایجان، کویت، عراق، یا اینکه خیلی خیلی دیگه دور میرفتن، میرفتن مثلا قاهره. آمریکا، اروپا نمیومدن چون ایرانی نبوده. پس برای اینا هم خیلی خوب شده.